شما فکر میکنید که همین گونه یعنی تاسیس یک نیروی مسلح امکان دارد در حال حاضر؟ بله 100%، برای که حکومت تاجیکستان تمام کارها را کرد تا اینکه این نیرو با وجود بیاید. شما از یک ملت چی میخواهید وقتی که سرکوب شود، زنهایش حتی زندانی شوند، نیمی ملت مهاجر، اپوزیسیا وجود نداشته باشد، یک خانواده تمام کشور و ملت را غصب کند؟ شما از این ملت چی انتظاری دارید که ملت با صبر کند و فقط بگوید که ما با روحهای مصالحت آمیز و بدون خشونت این مبارزه را دوام میدیم، در صورتی که خود ملت میبیند که این نتیجه نخواهد داد. مبارزه مصالحت آمیز نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب سوسیال دموکرات، حزب تاجیکستان نو و تمام گروه ها چی نتیجه داد که امروز ما ملت را متقاعد کرده بتوانیم که خب شما هیچگاه رو به سلاح نیارید، راه یگانه مبارزه سلاحی مصالحت آمیز است. بنابر همین من فکر میکنم که خود حکومت تاجیکستان تمام کار را کرد تا اینکه ملت به این نتیجه برسد، و اگر خدای کند، من باور دارم که هیچگاه به جنگ شهروندی نمیکشد، برای اینکه ملت دیگر اون ملت پیشینه نیست، با ملت بازی کرده نمیشود، و این سلاح را اگر ملت هم بگیرد تنها برای دفاع از مبارزه مصالحت آمیز خود میگیرد تا آن وقتی که حکومت دست به یگان جنایت نزند. اما اگر بالفرض همین جنایت را حکومت کرد، تمام مسئولیت به دوش حکومت خواهد بود.